یکی از سمت‌هایی که می‌تواند مملکت ما را در عرصه جهان معرفی سازد، رشد ساحه سیاحی داخلی و خارجی محسوب می‌یابد. رهبریت حکومت کشور با مقصد تقویت بخشیدن رشد ساحه در حدود شهر و نواحی مملکت، برابر آباد و برقرار نمودن مکان‌های تاریخی، همزمان برای سیاحان داخلی و خارجی کشور شرایط مساعد شناسایی با تاریخ امروز و دیروز ملت را فراهم می‌آورد. بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن خانه موزه مولانا جلال الدین بلخی در ناحیه جلال الدین بلخی از اقدام های به مورد و معرفی کننده حیات و فعالیت ایجادی این شخصیت برومند عالم علم و عرفان به حساب می رود. امروز از این خانه موزه صدها نفر زغمندان و دانشجویان دیدن میکنند. رهبریت دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو نیز اقدامی به مورد را در دایره روز علم تاجیک سامان دادند. گروهی بیش از 300 نفره استادان و دانشجویان این مؤسسه عالی از خانه موزه مولانا جلال الدین بلخی دیدن نمودند. امروز با تشبث ریاست دانشگاه دولتی بختر یک گروه کاری عبارت از آموزگاران و دانشجویان سفر تاریخی به منطقه جلال الدین بلخی، منطقه که در اینجا نوروز بین المللی جشن گرفته شد و همزمان شناسایی با این شخصیت بسیار معروف عالم شمول جلال الدین بلخی که ما در اینجا انجام دادیم، بسیار یک سفر خوب بود، بسیار یک سفر خاطرمان بود برای ما. مقصد از این سفر تاریخی شناسایی از نزدیک با حیات و فعالیت این شخصیت عالم شمول، ما بسیار یک سفر خوب انجام دادیم. راهبلدان برای ما از جای زیست، چگونه درس از خود کردن، چگونه استقامت داشتن و حیات فعالیت جلال الدین بلخی با ما بسیار یک معرفی خوب کردند. مورد ذکر است که خانه موزه جلال الدین بلخی 21 مارت سال 2022 در شهرک بلخی ناحیه جلال الدین بلخی با اشتراک به واسطه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مورد استفاده قرار گرفته است. مورد ذکر است که خانه رمزی مولانا جلال الدین بلخی از اتاقهای درسی دخترانه و پسرانه و شرایط زندگی همون دوره که به دستور و هدایت های پیشوای ملت از طرف صاحبکاران و هنرمندان زیباپرست بنیاد یافته است، امروزها به مکان سیر و گشت سیاحان و شهروندان کشور مبدل گردیده است. ما خیلی خوشنود هستیم که در ناحیه جلال الدین بلخی یک چیزی را برپا کردیم که برای تمام انسانان دنیا بگیم که این مهم است، چون که به قریبی اینجا از خود افغانستان برای دیدن مقبره، مجمع و خانه رمزی آمده بودند، از ازبکستان در اینجا سیاحان آمده بودند و از خود روسیه هم برای دیدن این مجمع و مقبره برای دیدن آمدند که یک خاطرات خیلی خوبم از اینجا بردند، چون که اون منظرهایی که در اینجا مردان سخاوتمند بنیاد کردند برای مردم تمام سیاحی که از دیگر ملک‌ها میان، این در دل اونها، در دیده اونها یا در خاطر اونها میماند، یک خاطرات خوبی را از تاجیکستان عزیز ما میبرند. بنیاد خانه موزه با طرح قدیمه بیننده را بیشک به تاریخ دور، زمان زندگی شاعر، متفکر برجسته، دانشمند مولانا بلخی راهنمون میسازد. ستون رمزی انجام رقص سما، خانه درسی بچگانه، خانه درسی سما، آشخانه، چیلخانه، کتابخانه و خانه رمزی مولانا با طرح قدیمه ماهرانه بنیاد گردیده است. بازدید گروه دانشجویان از این مکان بیشک در غنی گشتن سطح معلوماتنوکی آنها اوید به حیات و فعالیت این شخصیت شناخته عالم علم و عرفان زمینه واقعی میگذارد و در ضمیر آنها احساس خشتنشناسی و خودآگاهی را بیدار میسازد. ما یک قطار دانشجویان برای دیدن برای دیدن موزجای مولانا جلال الدین بلخی آمدیم و از اینجا دیدن آمدیم، راستی بسیار شاد شدیم، زیرا در اینجا مقبره جلال الدین بلخی و این پیکره جلال الدین بلخی و خانه رمزی رو دیدیم. بسیار در اینجا برای ما راهبلدان خوب فهموندند هر یک خانه ای که آنها چیکار میکردند و در کجا درس میخوندند، با شاگردان هم چی نمو درس میدادند و آن افضل آن همه اون اشیاهایی که در اینجا بود، یعنی مولانا استفاده میبرد، برای ما فهموندند. ما از این برای خود بسیار چیزها رو گرفتیم و در اینجا تمام اون شعرهایی که
از مبلغ‌ها آورده شده است. بایدهای اسوسییشن با چندین زبان‌ها ترجمه کرده شده‌اند و ما آنها را برای خود نوشته گرفتیم و از زندگی‌نامه‌ی مبلغ‌ها جلودین بلخی خوب آگاهی پیدا کردیم و برای خود بسیار یک منفعت خوب گرفتیم که رفته باز با دوستانمون میفهمونیم و این موضوع را با آنها یعنی باز خوب دربارش سخن میکنیم و آنها هم آمده دیدن مینمایند. هنگامی بازدید شناسایی از خانه موزه مولانا جلال الدین بلخی گروه دانشجویان از ایجادیات شاعر شعرها قرائت نموده خاطرات خود را درباره مولانا بلخی بیان نمودند. تشکیل سیاحت داخلی دست جمعانه بازدید دانشجویان از خانه موزه مولانا بلخی و از نزدیک آشنا شدن با روزگار این متفکری برجسته از اقدامهای نجیب و دوراندیشانه به حساب می‌رود که در زمینه روز علمی تاجیک سامان یافت. طبق اطلاع رهبریت دانشگاه دولتی بختر به نام ناصری خسرو منبعد نیز اقدام مذکور را ادامه میدهند و در غنی گشتن سطح معلوماتنوکی دانشجویان اوید به موضعهای تاریخی و سیاحی خانموزه شخصیتهای شناخته سهمگذاری خواهند کرد. معروفی نظری فخردین کریم نموزالی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه جلال‌الدین بلخی.